شب بخیر، فریبا هستم از شبکه خبری پرسکیلز. امروز شنبه 31 می 2021 برابر با 10 خرداد 1400 با اخبار اقتصادی در خدمت شما هستم. مشروع اخبار: اعلام ممنوعیت واردات شیلات ایالات متحده از چین. سازمان گمرک ایالات متحده روز جمعه واردات غذاهای دریایی از کشتی‌های ماهیگیری چین به دلیل سوء استفاده از بسیاری از کارگران اندونزیایی و کار اجباری در 32 کشتی را ممنوع اعلام کرد. سازمان گمرک ایالات متحده اعلام کرد که بلافاصله صیدهای دریایی را از کشتی‌های چین در بندرهای ورودی ایالات متحده توقیف خواهد کرد. وزیر امنیت داخلی الخاندرو مایوکاس گفت تولید کنندگان و وارد کنندگان ایالات متحده به طور یکسان باید بدانند که چه عواقبی برای نهادهایی که سعی در بهره برداری از کارگران برای فروش کالاها در ایالات متحده دارند وجود خواهد داشت. سخنگوی وزارت خارجه چین ودوین گفت که اتهامات کار اجباری کاملا بی اساس است. وی روز دوشنبه در پکن گفت که چین اقدامات لازم را برای حفظ حقوق شرکت‌های خود انجام خواهد داد. موضوع کار اجباری پس از ممنوعیت‌های متعدد واردات اخیر مربوط به بازداشت مسلمانان اویغور در منطقه غربی سینکیانگ نقطه اشتیاق فزاینده در روابط متشنج ایالات متحده و چین است. این اقدام کمتر از 2 روز پس از گفتگوی اولیه تای با معاون نخست وزیر چین انجام شد و در بازار ارزها در حالی که شاخص دلار امریکا با 0.2% افت معامله می شد سطح 89.97 را نمایش می دهد. امروز دلار استرالیا و دلار نیوزیلند به ترتیب رشد 0.38% و 0.32% را تجربه کردند و نسبت به دلار قوی ترین عمل کرد را داشتند و دلار کانادا با 0.18% افت ضعیف ترین عمل کرد را داشت. طلا امروز با 0.17% افزایش به قیمت 1907 دلار رسید و در این محدوده معامله می شود. رشد اقتصاد فرانسه: وزیر دارایی فرانسه برونو لومایر در حالی که قبلا پیشبینی 9% را برای کسری عمومی اعلام کرده بود روز دوشنبه گفت کسری عمومی فرانسه 9.4% از تولید ناخالص داخلی در سال جاری خواهد بود. نومایر همچنین گفت که انتظار دارد رشد اقتصادی در اوایل سال 2022 به سطح قبل از کووید 19 بازگردد و پیشبینی رشد اقتصادی 5% را برای سال جاری تکرار کند. همچنین وی گفت من اطمینان دارم که در سال 2021 به رشد 5% دست خواهیم یافت و در آغاز سال 2022 به همان سطح فعالیت اقتصادی که قبل از بحران داشتیم باز خواهیم گشت. و اما در بازار سهام اروپا در حالی که CAC 40 فرانسه 0.12% افت کرد، داکس آلمان 0.3% کاهش یافت و شاخص معیار اروپا استاکس 600 با نوساناتی در محدوده منفی 0.2% افت را تجربه کرد. افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جنوب شرقی آسیا. افزایش شدید موارد ویروس کرونا از گونه‌های جدید در مناطقی از جنوب شرقی آسیا که کمتر تحت تأثیر همه‌گیری قرار گرفتند باعث محدودیت‌های جدید، تعطیلی کارخانه‌ها و تلاش برای افزایش سریع برنامه‌های واکسیناسیون در سراسر منطقه شده است. تعداد مبتلایان در تایلند، ویتنام، کامبوج، لاوس و تیمور شرقی در ماه گذشته بیش از 2 برابر افزایش یافته است. تایلند که دومین کشور ثبت کننده ابتلا به ویروس پس از چین بود به دلیل مهار موج اول موارد خود موفق به کسب موفقیت شد، اما تعداد کشته شدگان آن طی 2 ماه گذشته 10 برابر افزایش یافته است. مقامات ویتنام شناسایی سویه جدید ویروس که از ترکیب بسیار خطرناک انواع مختلف کووید 19 هند و انگلیس است را اعلام کردند که به سرعت در هوا پخش می شود. امروز در بازار سهام آسیا شاخص نیکی 225 ژاپن عملکرد ضعیفی داشت و با ثبت افت 0.99% بسته شد. شاخص های هانگ سنگ و شانگهای چین هر کدام به ترتیب با رشد 0.09% و 41
100% به کار خود پایان دادند. افزایش قیمت نفت به دنبال چشمانداز بهبود تقاضای سوخت و همچنین تمرکز سرمایه گذاران به جلسه سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدان گروه موسوم به اوپک پلاس که در روز سه‌شنبه برای سرنخ از سیاست عرضه معطوف کردند، قیمت نفت افزایش یافت. نفت برای دومین سود ماهیانه آماده است، زیرا ایالات متحده، چین و مناطقی از اروپا به بهبود اقتصادی خود از کووید 19 ادامه می‌دهند و تقاضای سوخت را افزایش می‌دهند. سرمایه‌گذاران انتظار دارند حتی اگر ایران عرضه نفت خام خود را افزایش دهد، رشد تقاضا از طرف عرضه پیشی بگیرد. ایران در حال مذاکره با سایر قدرت‌های جهان برای احیای توافق هسته‌ای سال 2015 و مذاکره برای لغو تحریم‌های فعلی ایالات متحده است. امروز قیمت هر بشکه نفت سبک آمریکا با 1.5% افزایش به 67.35 دلار رسید و هر بشکه نفت برنت نیز با 1.4% افزایش در محدوده 69.72 دلار معامله می شود. رئیس بانک مرکزی ژاپن بیت کوین را سوداگرانه خواند. در مصاحبه اخیر با بلومبرگ، رئیس بانک مرکزی ژاپن هاروهیکو کرودا سودمندی بیت کوین را به عنوان ابزار مبادله زیر سوال برد. علاوه بر این، کرودا همچنین در مورد اینکه آیا بیت کوین گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری است نیز شک دارد. وی افزود بیشتر معاملات سفته بازی است و نوسانات آن فوق العاده زیاد است. علاوه بر این، به گفته وی بیت کوین به سختی به عنوان وسیله پرداخت استفاده می شود. اما در معاملات امروز مهمترین ارزهای مجازی بیت کوین با 1.3% افزایش در محدوده 36594 دلار نوسان دارد. همچنین اتریوم امروز با 4% رشد در محدوده 2537 دلار معامله می شود. همچنین ریپل و لایت کوین نیز به ترتیب رشد 8.6% و 4% را تجربه کردند. با سپاس فراوان از توجه شما عزیزان به این بخش خبری از شما دعوت میکنم برای دریافت اخبار لحظه به لحظه بازارهای مالی کانال تلگرامی ما را به آدرس @proskillsnews دنبال بفرمایید. شب و روزگارتون خوش، فرخنده و پیروز باشید.